سلام، امروز 28 اپریل 2020 هست که در خدمتون هستم. امروز هم میخوام مختصری راجع به رابطه صحبت کنم. دلیل اینکه موضوعاتی راجع به این قضايا انتخاب میکنم و این چند وقت رو اختصاص دادم به اینکه راجع به این مسائل با هم صحبت کنیم این هست که خب دوستان زیادی مطالبی رو مطرح میکنن، سوالاتی رو مطرح میکنن که بیشتر به دنبال اون هستم که جواب سوالات دوستان رو بدم و در این حال اطلاعاتی رو هم که شاید فکر میکنم که به شما کمک میکنه رو در اختیارتون بگذارم و خوشحال میشم اگر که سوالاتی داشتین رو پاسخگو باشم. همینطور که از اسم موضوعی که انتخاب کردم برای شما روشن هست، رابطه رو به عنوان یک هدف در نظر گرفتم و اینکه یک فردی که توی جریان رابطه قرار میگیره و مسیر رابطه رو طی میکنه مثل هر فرد دیگه، مثل هر مسئله دیگه که فرد واردش میشه، نیاز هست که اون هدف خودش رو که همون رابطه هست بشناسه. لازم هست که از ابتدا مشخص بکنه و آگاه باشه در مورد اینکه میخواد به چه چیزی برسه. لازم هست که چه تلاش هایی رو داشته باشه و ممکنه که با چه موانعی روبرو بشه توی اون مسیری که میخواد طی بکنه. خیلی مهمه فردی که میخواد رابطه رو شروع بکنه بدونه که آیا آمادگی این رو داره که این مسیر رو بخواد طی بکنه و از اون مسیر چه انتظاراتی داره. خیلی از افرادی که میخوان یک رابطه رو شروع بکنن لازم هست اینها رو بدونن که آیا با یک رابطه ممکنه که استقلالشون رو از دست بدن یا اگر که تنها بمونن براشون بهتر هست، آیا میتونن کسی رو پیدا بکنن که بتونن اون رو تحمل بکنن، یا مثلا آیا یک رابطه ممکنه که باعث ایجاد یه سری لطماتی به شغلشون باعث بشه که یک لطمه های شغلشون بخوره، یا اینکه مثلا اینکه آیا اصولا رابطه یا عشق ارزش این رو داره که بخوان راجبش تلاش هایی رو بکنن. اینها مسائلی هست که هر فردی که وارد یک رابطه میشه لازم هست بهش توجه بکنه. در این حال در نظر بگیرین که معمولا آدم ها توی طی مسیر رابطه به دو دسته تقسیم میشن. یا افرادی هستن که به دنبال یک رابطه سالم و پایدار هستن و هنوز اون فرد مورد نظر خودشون رو ملاقات نکردن. یک دسته از افراد هم هستن که افراد بی‌ثباتی هستن. معمولا این افراد بی‌ثبات افرادی هستن که خب خیلی دلشون نمیخواد در رابطه مخاطره بکنن، خیلی دلشون نمیخواد که ریسک بکنن توی رابطه. خیلی وقتا این افراد افرادی هستن که افرادی که توی روابط بی‌ثبات هستن، افرادی هستن که نگران پیشرفت‌های شغلیشون هستن، نگران این هستن که مبادا رابطه جلوی پیشرفت‌های شغلی اونها رو بگیره. آیا اصلاً ممکنه رابطه به پیشرفت شغلی اونها کمک بکنه؟ گاهی وقتا این افراد توی ذهنشون چنین چیزهایی وجود داره. یکی دیگه از دغدغه‌های این آدم‌ها این هست که آیا ممکنه که رابطه شیوه زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار بده، باعث بشه که شیوه زندگی اونها دچار تغییراتی بشه، یا اصولاً آدم‌های بی‌ثبات رو شاید بهتر باشه اینطوری در واقع توصیف بکنیم که خیلی دلشون نمیخواد که اون رنج و سختی که معمولاً برای طی مسیر برای رسیدن به یک رابطه سالم و پایدار افراد لازمه طی بکنن، خیلی دلشون نمیخواد که اون رنج و سختی رو این افراد متحمل بشن. معمولاً افرادی که بی‌ثبات هستن توی رابطه خیلی دوست ندارن که رازهای شخصیشون رو با دیگران در میون بذارن. دغدغه‌شون این هست که آیا لازم هست رازهای شخصیمونم توی رابطه
با دیگری در میون بذاریم و خیلی از این افرادی که بی ثبات هستن توی روابط دوست دارن وارد یک رابطه ای بشن که اگر هم مشکلی توی اون رابطه پیش میاد این جنس مخالف باشه که متهم بشه به اینکه مشکل رو به وجود آورده، نه اینکه اونها، یعنی مسئولیتی رو توی رابطه نپذیرن. معمولا افراد بی ثبات رو ما با این دغدغه ها شناسایی میکنیم. خب اون چه که اتفاق میفته، معمولا این آدم ها عشقی رو پیدا نمیکنن توی رابطه و این نشون میده که اونها توی رابطه معمولا دچار یه سری تعارضات هستن. خب تعارضاتی که وجود داره اصولا چی ممکنه باشه؟ خیلی از افراد عنوان میکنن که ما توی رابطه دنبال یک عشقیم، دنبال یک دوست داشته شدن و دوست داشتن هستیم، اما نگران این هستیم که شرایطی به وجود بیاد که یک احساس عدم کنترل توی رابطه به ما دست بده، حس بکنیم که کنترلی روی هیچ چیزی نداریم. تعارضاتی که معمولا افراد وقتی وارد رابطه میشن باهاش روبرو هستن، اینکه چقدر شغل و رابطه عاشقانه میتونن با هم در تعارض قرار بگیرن، اصلا امکان پذیر هست تعارضاتی که معمولا ذهن افراد رو مشغول میکنه. ممکنه که بعضی وقتا بعضی از این افراد به این فکر بکنن که حالا این پارتنر رو پیدا کردیم، آیا ممکنه که بهتر از این پارتنر هم در برابر ما وجود داشته باشه، بتونیم پارتنر بهتری رو پیدا بکنیم؟ بعضی از افراد ممکنه به این مسائل فکر بکنن حتی. یا خیلی از افراد یه ترسی رو دارن از اینکه مبادا جدایی اتفاق بیفته. بعضی از اونها حتی تجربه این مسئله رو دارن و همراه با یه ترس از احتمال جدایی وارد رابطه میشن. بعضی ها هم که خب عنوان میکنن که اصلا ارزشش رو داره که بخوان خیلی چیزها رو از دست بدن برای اینکه بخوان وارد یک رابطه عاشقانه بشن یا نه. اینها تعارضاتی هست که معمولا افراد باهاش روبرو هستن و میتونیم بگیم که افراد اصولا با یک صندوقچه ناهوشیار وارد رابطه عاطفی میشن که خب رفتارها و گفتارهایی که توی اون رابطه دارن کاملا متصل به این صندوقچه ناهوشیار، کاملا تحت تاثیر قرار میگیره و اصولا تلاشهاشون همینطوری نیست. میتونه که بر اساس این تعارضاتی که توی ناهوشیار اونها وجود داره ما عمل کرده اونها رو ببینیم، که خیلی وقتا توی جلسات مشاوره با چنین مسائلی روبرو میشیم. حالا گاهی وقتا خودشون مراجعه میکنن، گاهی وقتا پارتنرهاشون مراجعه میکنن و این تردیدها و تعارضات رو با ما در میون میذارن. اما کسی که خب یک سری تردیدها داره و خیلی ترسان و لرزان وارد رابطه میشه و به سختی تصمیم میگیره، معمولا خودش رو توی شرایط سخت تصمیم گیری و مسئولیت قرار نمیده و خب معمولا این افراد هم چیزهای کمتری رو ممکنه از دست بدن. اما خب چیزی که وجود داره معمولا تجربه های کمتری رو هم میتونن به دست بیارن و معمولا این آدم ها تجربه های کاملی توی روابط ندارن و خب اگر که ما تصمیمی هم نگیریم خیلی وقتا این باعث میشه که سرنوشت خودمون رو به تقدیر بسپریم و خودمون وارد عمل نشیم و تعیین کننده نباشیم. بنابراین هیچ این مسئله تصمیم گیری توی رابطه و وارد شدن توی رابطه عاطفی به هر حال یک مسئله اجتناب ناپذیر هست توی زندگی. خب دقت داشته باشیم که ممکنه که ما توی یک رابطه فکر بکنیم که اگر فقط احترام و عشق داشته باشیم کافی هست، در حالی که خب علاوه بر اون ما لازم هست که معیارهایی هم توی رابطه داشته باشیم و معیارهای خودمون رو بشناسیم. مسلماً اگر که ما فقط بر این مبنا پیش بریم که یک رابطه مبنی بر احترام و عشق رو دنبالش باشیم و توجه نکنیم به معیارها، میبینیم روابطی هستن که افراد وارد رابطه شدن توجه نکردن به معیارها و یا حتی بعضی وقتا طرف مقابل اونها معیارهای
لازم رو نداره، معیارهایی که اونها به دنبالش بودن رو نداره و خب با یه افت و خیزهایی توی رابطه به راحتی رابطه تحت مورد تهدید قرار میگیره و رابطه دچار مشکل میشه. خب این مسئله خیلی اهمیت داره در مورد اینکه ما بشناسیم معیارهای خودمون رو. از اون گذشته باید این رو بهش توجه داشته باشیم که اون انتظاری که ما از رابطه داریم، انتظاری که ما داریم اصولا برای اون هدفی که میخوایم قدم بگذاریم درش، در اون چه که به دست میاریم خب خیلی اهمیت داره. اگر ما انتظارمون این باشه و فکر بکنیم که خب پیدا کردن یک رابطه مناسب یا رابطه‌ای که درش احساس خوبی رو تجربه بکنیم بسیار کار غیر ممکنیه یا کسی پیدا نمیشه که این شرایط رو باهاش تجربه بکنیم، احتمال اینکه بتونیم رابطه مناسبی رو پیدا بکنیم خب خیلی کمتر خواهد شد، چون انتظار ما این هست و ما اون چرا که به دست میاریم بر اساس انتظاری که داریم به دست میاریم. خب خیلی مهمه معیارهایی که روش فکر میکنیم، روش حساب و کتاب میکنیم، اعتقاد داشته باشیم که شایستگی رسیدن به اون معیارها رو داریم. این خیلی اهمیت ما عذرخواهی میکنم، ظاهرا به خاطر مشکلی که توی اینترنت بود لحظاتی برنامه قطع شد. من دوباره پی میگیرم. راجع به معیارها صحبت کردیم و اینکه معیارها رو بشناسیم. خب گفتیم که یکی از مشکلات معیارهاست و اینکه خیلی وقت ما به دنبال اون ممکنه که ناکامی هایی رو توی رابطه تجربه بکنیم. مسئله دیگه که وجود داره این هست که ما به موقع و اینکه بدونیم چه موقع و چطور باید نبگیم توی روابط خیلی اهمیت داره. اینکه بدونیم که ما به هر حال رابطه ای رو که تشکیل میدیم و هدفمون یک رابطه سالم و پایدار هست، خب لازمه که روابط زیادی رو تشکیل بدیم. یعنی ممکنه که ما رابطه ای رو تشکیل بدیم و متوجه بشیم که اون رابطه رابطه مناسبی نیست و لازم باشه که این رو تشخیص بدیم و به موقع نبگیم به اون رابطه و اون رابطه رو به پایان برسونیم. اگر قرار باشه که فکر بکنیم رابطه ای رو حتما باید به سرانجام برسونیم، ممکنه که این مسئله به این مهمی که لازم هست گاهی وقتا نبگیم رو ندیده بگیریم و در رابطه بمونیم. اگر ما نتونیم نبگیم، در واقع رابطه ای رو حفظ کردیم که یک رابطه بهتر از هیچ هست. یعنی خیلی وقتا بعضی از افراد ترجیح میدن که فقط یه رابطه رو حفظ بکنن فقط به نام اینکه یک رابطه رو دارن و بدون توجه به اینکه اون رابطه واقعا چه کیفیتی داره. معمولا رابطه های بهتر از هیچ رابطه هایی هستن که خب اونها رو ممکنه که یک رابطه نسبتاً خوبی هم باشه ولی با فرد نامناسبی باشه و توی اون رابطه هیچ کدوم از دو طرف احساس خوبی رو تجربه نکنن، رضایتمند نباشن توی اون رابطه و خب خیلی وقتا درد و رنج اون رابطه بیشتر از اون لذت هایی هست که توی رابطه فرد تجربه میکنه. رابطه همچنان ادامه پیدا میکنه ولی خب کیفیت رابطه رابطه خوبی نیست. در واقع فرد بر اساس اینکه حالا رابطه ای رو داشته باشه و حالا فقط بدون رابطه نباشه، رابطه رو حفظ میکنه و به اون رابطه نه نمیگه. خب این میتونه خیلی خطرناک باشه برای افراد، برای اینکه معمولا افرادی که نه نمیگن توی رابطه ها جایی که لازمه و رابطه هایی رو حفظ میکنن فقط برای اینکه یک رابطه ای داشته باشن، معمولا این افراد عشق واقعی رو تجربه نمی کنن و خیلی وقتا این مدل روابط روابطی هستن که انرژی رو از فرد میگیرن و به جای اینکه استرس فرد رو کم بکنن باعث افزایش استرسمون میشن و خیلی وقتا باعث کاهش عزت نفس فرد حتی میشن، به این علت که خب عزت
درونی دریافت میکنیم، اما خب برای ما اهمیت داره اون فیدبک هایی رو که از بیرون دریافت میکنیم. معمولا یک فرد نامناسب خیلی احتمال داره که توی یک رابطه اون مسائل مثبت ما رو نبینه و در واقع انرژی منفی به ما بده، یک دید در واقع درستی رو نسبت به واقعیت درونی ما برای ما ایجاد نکنه یا اون رو خدشه‌دار بکنه حتی، و بیاد و مسائل بخشای شخصیتی ما رو که منفی هستن بیشتر هایلایت بکنه، بولد بکنه و باعث بشه که حال ما توی رابطه بد بشه. و از اونجایی که ما فکر میکنیم که حتما باید رابطه رو حفظ بکنیم، همچنان به هوای اینکه حالا فقط یه رابطه‌ای داشته باشیم و اهمیت نداشته باشه که حالا چه نوع رابطه‌ای هست، رابطه رو نگه داریم. خب این رابطه برخلاف اینکه حالا ما فکر میکنیم حتما لازمه یه رابطه‌ای داشته باشیم، اما نمیتونه خود واقعی ما رو به ما نشون بده، بلکه بخش‌های منفی ما رو به ما نشون میده که خب میتونه آسیب زننده هم باشه برای ما. اما واقعا چرا ما روابط نامناسب رو ادامه میدیم؟ چرا رابطه هایی که به این شکل هستن همچنان ما بهشون چسبیدیم و رهاشون نمی کنیم؟ خب خیلی از ماها دنبال این هستیم که یک شرایط آشنا رو، هرچند که شرایط منفی برای ما هست، رو همچنان حفظ بکنیم و خب برامون راحت نیست که اون رو رها بکنیم، نگران این هستیم، خیلی راحت نیستیم که با یه شرایط جدیدی اخت بشیم و ارتباط برقرار بکنیم. بنابراین ترجیح میدیم هرچند که اون رابطه یک رابطه نامناسبه، همچنان به اون رابطه بچسبیم. خیلی از ماها این باور اشتباه رو داریم که هیچ وقت نمیتونیم به خواسته های خودمون توی رابطه دست پیدا بکنیم. برای همین اگر یه رابطه نامناسبی هست و راضی نیستیم، توی اون رابطه باقی میمونیم. خیلی از ماها یه درک اشتباهی از احساسات داریم و فکر میکنیم که اگر که ما دنبال این هستیم که بخوایم تعهد داشته باشیم، بخوایم صمیمیت بیشتری رو ایجاد بکنیم، این رو معمولا با عشق اشتباه میگیریم و همچنان به اون رابطه میچسبیم و نگهش میداریم. خیلی از ماها وابسته ایم توی رابطه و به جای اینکه دلبستگی رو تجربه بکنیم، توی هر شرایطی میخوایم که اون رابطه رو نگه داریم و رهاش نکنیم. خب اینطوری هست که ما درگیر روابط بهتر از هیچ میشیم در واقع. و یکی از مواردی که مشاهده میکنیم یک همچین مسئله ای رو، وقتی که ما درگیر روابط با افرادی میشیم که تعهد رو دوست ندارن، افرادی که از تعهد میترسن، معمولا از تعهد متنفرن. این افراد معمولا چه آدم هایی هستن؟ اینها افرادی هستن که خیلی براشون اهمیت داره که از طرف جنس مخالف مورد تایید قرار بگیرن. خیلی از این افراد حتی وقتی که توصیفشون میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی موارد زیادی هست که میبینیم خصوصیات خوبی دارن و میتونن خوب صمیمی بشن، حتی خیلی منطقی هن، خیلی احساسی هن، خیلی مهربانن. خیلی از این افراد حتی آدم هایی هستن که ممکنه به ما بگن که هیچ وقت رابطه ای رو مثل رابطه ای که با ما داشتن رو تجربه نکردن، به خوبی رابطه ای که با ما دارن رو، اما خب از تعهد فراری باشن و با وجود این که در ابتدا خیلی ممکنه با شما صمیمی بشن، اما همیشه جایی از رابطه رو باز میگذارن و که فرار بکنن در واقع. خب اینها افرادی هستن که ما نمیتونیم یک صمیمیت سالم و پایدار رو، یک رابطه سالم و پایدار رو باهاشون تشکیل بدیم. معمولا این آدم ها پیام های دو پهلویی به ما میدن، پیام هایی که به ما میگن که نزدیک بشو و دور بشو، و ما خب احساس های بدی رو با این آدم ها تجربه میکنیم با وجود تلاشی که داریم توی رابطه با این آدم هایی که از تعهد فراری هستن. معمولا
احساسهایی که این افراد به ما میدن تحقیر و خشم و عصبانیت و احساس ناتوانی هست که با این افراد ما تجربه میکنیم، که خب قطعا احساسهای خوبی نیست. معمولا توی تاریخچه زندگی این آدم ها که نگاه میکنیم روابط کوتاه مدت فراوانی رو میبینیم توی زندگی این آدم ها. خب اون چه که مسلمه، اون چه که ما با فرد فراری از تعهد تجربه میکنیم رنج و درد زیادی رو برای ما برمقان خواهد داشت و خب دقیقا شرایطی پیش میاد که رنج و درد توی رابطه خیلی بیشتر از لذت میشه و اون وقت هست که ما نباید توی اون رابطه باقی بمونیم و باید بلد باشیم که توی رابطه نبگیم. خب خیلی وقتا این افرادی که فراری هستن از تعهد ممکنه حتی رفتارهایی بکنن یا حرفهایی به ما بزنن که فکر کنیم ما اشتباه میکنیم، در حالی که یک آدم سالم و طبیعی اصولا دنبال یک رابطه متعهدانه، یک رابطه سالم و یک رابطه پایدار هست. خب خیلی وقت ممکنه که با این آدم ها فکر بکنیم که اشکال از ماست، در حالی که اینطور نیست. بنابراین دقیقا این افراد هم میتونن عزت نفس ما رو به نوعی مورد هدف قرار بدن و تضعیف بکنن. یکی دیگه از در واقع که ممکنه درگیرشون بشیم، روابطی که به هر قیمتی میخوایم توی رابطه بمونیم اما ارزشمند نیستن، روابطی هستن که خب ما فقط درش خواهان صمیمیت هستیم و طرف مقابل یک جورایی گریزان از صمیمیت هست، که خب این روابط هم میتونه بسیار بسیار آسیبزا باشه برای ما و خیلی وقتا ممکنه که ما مجبور بشیم تا آخرمون منتظر بمونیم برای اینکه صمیمیتی رو از طرف مقابل تجربه بکنیم. گاهی وقتا تو این روابط ما حتی ممکنه که دچار یک سندرومی بشیم، سندرومی که در اون دائما رشوه احساسی میدیم به فرد مقابل، دائما داریم این پیغام رو به اون میدیم که من عاشق تو هستم، تو هم باید عاشق من باشی، ببین من دارم توی رابطه برای تو چه کارایی میکنم، تو برای من هیچ کاری نمیکنی. در واقع به نظر میاد که یک جور گدایی عشق هست و علاوه بر این وقتی که این موارد رو به طرف مقابل میگیم به نوعی یک جور احساس گناه به فرد میدیم و به نوعی اون رو تحقیر میکنیم و روز به روز اون فرد از ما فاصله بیشتری میگیره. در واقع اون چه که مهمه خب دادن احساس عشق به طرف مقابل، انرژی گذاشتن، زمان گذاشتن خیلی اهمیت داره، ولی قرار نیست که ما حالت منت گذاشتن یا حالت رشوه دادن رو توی رابطه داشته باشیم، که قطعا این روابط هم محکوم به نابودی هستن و میتونن احساسهای بدی رو توی رابطه به ما بدن. یه مورد دیگه که حتما لازم هست بهش اشاره بکنم، میخوام در مورد افرادی صحبت بکنم که تا به حال تجربه صمیمیت نداشتن و ما با اونها وارد رابطه میشیم. خب اینها در واقع خیلی وقتا ممکنه این احساس رو به ما بدن که ما چیزهایی رو توی رابطه میخوایم که خیلی زیاد هست. در واقع خیلی وقتا این آدمهایی که تجربه صمیمیت رو نداشتن و یا به نوعی از صمیمیت فراری هستن، خیلی وقتا ممکنه که به ما این حس رو بدن که ما توی رابطه خیلی پرتوقعیم یا خیلی خواسته های ما توی رابطه غیر منطقیه و باعث بشه که ما خواسته های خودمون رو انکار بکنیم یا سرکوب بکنیم، که در واقع به این وسیله هیچ وقت ما به اون احساس عشق واقعی نخواهیم رسیم. خب این باعث میشه ما نیازهامون رو ندیده بگیریم و به نوعی از صمیمیت هم فاصله بگیریم. خب این مسئله سرکوب کردن نیازهامون هیچ وقت باعث نمیشه که نیازهای ما از بین بره یا تا ابد سرکوب بشه. خیلی وقتا
ممکنه که ما اگه شاهد یک رابطه دیگه هستیم که دو نفر دارن درش صمیمیت خوبی رو تجربه میکنن، احساس حسادت رو تجربه بکنیم، یا خیلی وقتا این مسئله برای ما آزاردهنده باشه و باعث بشه که بخوایم با کسی دیگه صحبت بکنیم و حتی بخوایم که از رابطه خودمون یک رابطه موازی رو ایجاد بکنیم، در حالی که توی اون رابطه قرار داریم اما با فردی که صمیمیت رو بلد نیست یا صمیمیت رو تا حالا تجربه نکرده. خب یه نکته ای که وجود داره این هست که بعضی وقتها آدمها صمیمیت رو برخلاف اون اعتماد به نفس میدونن. صمیمیت برخلاف اعتماد به نفس نیست. در واقع اون چه که ما توی صمیمیت دنبالش میگردیم وجود یک تعادل هست. تعادل برای با هم بودن و استقلال. تعادل بین تنهایی و ارتباط با دیگران. اون چیزی هستش که ما توی صمیمیت به دنبالش هستیم. نکته ای که خب حالا توی بحث صمیمیت، بحث عشق و حضور توی یک رابطه پایدار و سالم مطرح هست این هست که وقتی فردی عاشق میشه، وقتی که فردی رو دوست داره، اصولا ترس هم همراهش هست و حالا ترس از شکست، ترس از طرد شدن، ترس از دوست داشته نشدن، ترس از وابستگی، ترس از فراموش شدن، اینها ترس هایی هست که ممکنه یک فرد در مسیر ایجاد یک رابطه تجربه بکنه. اون چه که مهم هست وجود ترس نیست. اون چه که مهم هست این هست که فرد کنترل خودش رو به دست ترس بسپره. اون وقت هست که نمیتونه رابطه رو به خوبی پیش ببره. و خب معمولا افراد برای اینکه این درد و ترس توی رابطه رو تجربه نکنن از یه سری مکانیزم های دفاعی استفاده میکنن برای اینکه بتونن از خودشون محافظت بکنن. در واقع رفتارهای دفاعی برای این هستن که ما احساس شکست رو تجربه نکنیم. خب معمولا همین رفتارهای دفاعی خیلی پایدارن، خیلی بادوام هستن و باعث میشن که فرد یک نقشها و نقابهایی رو توی رابطه به عهده بگیره و خیلی وقتا اگر که توی رابطه مشکلی به وجود بیاد، اگر که فرد این مکانیزم‌های دفاعی خودش رو نشناسه، ممکنه که آدم‌های طرف مقابلش رو مقصر بدونه و هیچ وقت نقش خودش رو به عنوان فردی که مؤثر بوده توی اتفاقاتی که توی رابطه افتاده نتونه پیدا بکنه و متوجه بشه و بهش آگاه بشه و در نتیجه هیچ وقت مشکلش حل نشه. مثلا اگر که تجربه بدی رو توی روابط قبلی خودش داشته و حالا داره تصمیم میگیره که اعلام بکنه که اصلا نیازی به هیچ صمیمیت و عشقی نداره، خب در واقع درگیری یک مکانیزم دفاعیه برای اینکه بتونه از خودش محافظت بکنه و ممکنه که هیچ وقت مسئلهش حل نشه اگر که نتونه اون آگاهی لازم رو در مورد نقش خودش توی این مسئله پیدا بکنه و حالا بتونه صمیمیت و عشق رو که به هر حال بهش نیاز داره رو توی رابطه تجربه بکنه. در واقع این افراد یک ترسی از روبرویی با خود واقعی خودشون دارن و این مسئله اونها رو به وحشت میندازه و باعث میشه که کنارگیری بکنن و همیشه تصویری از خود غیر واقعی و خود کاذب از خودشون داشته باشن. بنابراین دقت داشته باشیم توی طی مسیر یک برای دستیابی به یک رابطه پایدار و سالم ممکنه که دچار یک سری سندروم هایی بشیم که باید بهش توجه داشته باشیم، که یکیش سندروم ترس و محافظت از خود هست و دیگری سندروم در واقع رشوه احساسی هست که خدمتون عرض کردم، یا یک سندروم دیگه که داریم سندروم رابطه بهتر از هیچ هست که خدمتون عرض کردم. اینها سندروم هایی هست که ممکنه ما بهش دوچار بشیم ولی خیلی بهش دقت نکنیم. توی این محافظت هایی که راجبش صحبت کردم، راجب مکانیزم های دفاعی که ممکنه به کار ببریم،
یکی از این نقاب هایی که چند تا نقاب رو ممکنه ما توی زندگی روزمرهمون به کار ببریم برای اینکه صمیمیت رو تجربه نکنیم به خاطر ترس هایی که داریم. یکی از این نقاب ها دل مشغولی با کار هست. خیلی وقتا این آدم ها آدم های موفقی هم هستن و خیلی هم وظیفه شناسن، مشغول به کار هستن و از کار به نوعی به صورت ناخودآگاه استفاده میکنن برای اینکه فاصله ایجاد بکنن و صمیمیتی رو تجربه نکنن. یکی دیگه از نقاب ها نقاب افتخار هست. خیلی از این آدم ها باز آدم هایی هستن پر از موفقیت و وقتی که راجع به خودشون صحبت میکنن به نظرتون میاد که با آدم خاصی روبرو هستین، با آدم خاصی که به وسیله اون خاص بودن ها و موفقیت هاش یک فاصله بسیار عظیمی رو بین شما و خودش ایجاد کرده و اجازه اون صمیمیت رو توی رابطه نمیده معمولا. خب یکی دیگه از نقاب هایی که ممکنه آدم ها ازش استفاده بکنن نقاب جلب توجه هست. معمولا این آدم ها از هر چیزی برای جلب توجه دیگران استفاده میکنن و اون چی که براشون اهمیت داره کسب توجه دیگرانه نه صمیمیت و به وسیله این روش ها فاصله این رو بین خودشون و آدم های مقابل ایجاد میکنن. نقاب دیگهی که ممکنه افراد ناخودآگاه استفاده بکنن نقاب خوشگذرونی هست. خیلی از افرادی که احساس پوچی میکنن، احساس ترس و استراب دارن، احساس خوبی راجع به خودشون ندارن، رو میارن به خوشگذرونی، حالا مهمونی های زیاد، شب زنده داری های زیاد و در واقع اون چه که هدف اونها هست به نوعی احساس نکردن اون درد تنهایی هست که تجربه میکنن و به این وسیله فاصله بزرگی رو بین خودشون و دیگران ایجاد میکنن و از صمیمیت فرار میکنن. نقاب دیگه‌ای که ممکنه آدم ها ازش استفاده بکنن نقاب خستگی هست. خب نقاب خستگی برای اینکه اون صمیمیت رو تجربه نکنن معمولا توی روابط خیلی قابل پذیرش تر هست تا حالا نقاب های دیگه، تا نقابی که مثلا بخواد طرف مقابل از ترسش صحبت کنه، از ترسی که از صمیمیت داره صحبت بکنه. نکته دیگه ای که توی این مکانیزم های دفاعی ازش صحبت میشه و نقاب ها و نقش هایی که ما به عهده میگیریم نقاب منطق هست. خیلی از افراد منطقی هستن که به اندازه کافی به احساسات و علایقشون نمیپردازن و سعی میکنن که احساسات خودشون رو در یک سطحی کنترل بکنن و به این روش استفاده میکنن برای اینکه اجازه ندن اون صمیمیت اتفاق بیفته، برای اینکه خود واقعیشون رو بتونن ببینن و لمس بکنن و یا توسط دیگران خود واقعی اونها لمس بشه و دیده بشه. معمولا اگر که با افراد منطقی دچار مشکل بشین خیلی مسیر فرسایشی رو طی میکنین و بسیار سخت هست برای اینکه اون صمیمیت به دست بیاد و بتونین توی یک رابطه شما خود واقعی خودتون رو ببینین و یا بتونید خود واقعی طرف مقابل رو ببینین. خب همه ما رفتارهای دفاعی توی روابط داریم و اگر که نتونیم با کسی توی رابطه صمیمی بشیم نخواهیم تونست اون خود واقعی خودمون رو ببینیم و خب یکی از هدفهای ما، یعنی اون چه که ما توی روابط صمیمانه به دست میاریم، لمس این خود واقعی هست که به ما کمک میکنه و ما رو شکوفا میکنه. در واقع ما توی روابط دنبال چنین چیزی هستیم. توی یک رابطه واقعی هست که خود واقعی نمودار میشه و ما نقاب ها رو کنار میزنیم. بدترین مسئله ای که ممکنه توی رابطه اتفاق بیفته اون ترسیدن و درک آسیب پذیری توی رابطه هست. یعنی وقتی که ما میترسیم از صمیمیت و حس میکنیم که ممکنه آسیب پذیری ما واضح بشه، اون وقت هست که نمیتونیم اون رابطه صمیمانه رو که منجر بشه به لمس اون خود واقعی خودمون برای احساس بهتر و
احساس صمیمیت توی رابطه رو ممکن ازش فرار بکنیم، که در واقع خیلی وقتها ما با آدمهایی روبرو هستیم که درگیر یک رابطه شدن اما گرفتار ترس ها هستن، گرفتار نگرانی ها هستن و به خاطر همین از پارتنر عاطفی خودشون فاصله میگیرن. و حالا گاهی وقتا این حالت وقتی هست که اونها ازدواج کردن، وقتی هست که فرزند دارن و حالا این مسئله به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده با معضلاتی که زوجها مراجعه میکنن. من امیدوارم که مسائلی که مطرح کردم، به خصوص سندروم های سگانهی که مطرح کردم، سندروم رابطه بهتر از هیچ، سندروم رشوه احساسی، سندروم ترس و محافظت از خود که خیلی وقتا ممکنه توی روابط صمیمانه ازش استفاده بشه، رو بتونید بهش آگاه شده باشید و اگر که در خودتون شناسایی میکنین قطعا لازمه که در موردش کمک دریافت بکنید. در خدمتون خواهم بود. اگر سوالی دارید میتونید برای من پیغام بگذارید. در صورتی که نیاز هست به جلسه مشاوره، چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری، البته توی شرایط فعلی فقط جلسات آنلاین رو در خدمتون خواهم بود، میتونید با شماره من 604-818-3071 تماس بگیرید یا اینکه در تلگرام یا واتساپ برای من پیغام بگذارید. دوستانی هستند که میتونن از بیمه های شغلی یا دانشجوی خودشون استفاده بکنن، دوستانی هستند که تحت پوشش برنامه سیباب که مربوط میشه به خشونت خانگی میتونن خدماتی رو دریافت بکنن، دوستانی هم هستند که تحت پوشش ICBC هستن و 12 جلسه میتونن جلسات مشاوره و روان درمانی رو داشته باشن. در خدمتون خواهم بود. باز هم شماره تلفن رو اعلام میکنم، شماره 604-818 رو میتونید با من به وسیله این شماره تماس بگیرید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا هفته آینده که راجع به موضوع دیگه با هم صحبت خواهیم کرد. خداحافظ شما.